به نظمی دیگه راوره بند میکنه، یک مریض میاد، یک دیگه میاد با حالت مشکل، با حالت کوما. حال فعلا خیلی خوش هستم که بدر سرکا پاک است. یعنی بیکار نیستن، فعالیت دارن. فقط یکی دتایش اگر اون پیوان پیسه داشت که موتر خریدم، موتر کار میکنم. وضعیت اقتصادی که است که ضعیف باشه بسیار زیاد مشکل است. خاطر که کار بار نداریم، ما خودم هم یک ماه میشه بیکار شدیم دیگه. زودتر به فامیل رسیدگی کنم، به درس تحصیلات رسیدگی. فعلا به می چیز شده که زیاد مشکلات مردم حل شده، چون مردم بیکار شدن. خب خیر، باز هم تو بیکار نمیماند. تا که نمونه اینال دیگر که میشه راه تو راه ده پای نمیماند از سیرایی پس بیروبار میشه، پس بیروبار همین کراچی ها پس انتقال پیدا میکنند همین سر سرک. سلام خان سارتان باد، بیننده های عزیز، دوستای عزیز و وطندارای گلم. انشالله که جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم خوش هستم که من پرشته زمین در خدمت شما خوبان قرار دارم. امروز هم آمدیم که یک گزارش متفاوت تقدیمتان بکنم. سوژه امروز ما بازسازی و تغییرات مثبت شهر کابل جان است. هدف برنامه، هدف گزارش ما ای است. امروز آمدیم که به تصویر بکشانم که چقدر تغییرات آمده در ساحات مختلف شهر کابل جان. همه ما شاهد هستیم و میبینیم و همه هموطنهای عزیز با تغییرات مثبت وطن خود ما، افغانستان مقبول ما خوش میشن. ما هم آمدیم که به تصویر بکشانم که در ساحات مختلف شهر کابل جان چقدر تغییرات به وجود آمده. مکانی را که شما میبینین، جایی که من قرار دارم، سر زیرزمینی دی افغانان است. شما شاهد بودین و همه ما شاهدی بودیم که در این قسمت که من قرار دارم چقدر ازدحام و بیروبار بود، چقدر دستفروش ها و کراچی زیاد بود، اینقدر مزاحمت میکردن که حتی مردم عام در پیاده رو عبور مرور کردن نمی توانستن. و خوشبختانه امروز که میبینیم کاملا خلوت، پاک، زیبا، قشنگ شده. آمدیم که به تصویر بکشانم که چقدر تغییرات به وجود آمده، نه تنها در این ساحه، در ساحات مختلف شهر کابل جان. نظریات مردم را می داشته باشم. انشالله که تا پایین از گزارش با ما باشید. هموطنان گرامی، دی افغانان قرار دارم. در رابطه با ایجاد تغییرات مثبت دی افغانان صحبت ها و نظریات هموطن عزیز را می داشته باشم. فعلا یک هموطن عزیز ما در کنار ما است، صحبتش را می داشته باشم. سلام، خسته نباشید. وعلیکم سلام، بخیر باشین. تشکر. نامتان؟ نومان. نومان جان، خوب هستی؟ تشکر. چی مصروفیت؟ من در یک شرکت دوا هستم، کاربار دوا را می کنم. چند سال میشه؟ تقریبا 11 سال میشه. 11 سال میشه. بله. از مسلکتون راضی هستید؟ بله، خوب هستن. مسلکی هستی؟ بله. فارمسی را خلاص کردیم. لیسانس هستم و بر حال حالا در یک شرکت به حیث ایریا منیجر همراهشان وظیفه را پیش می‌برم. خیلی خوب، سلامت باشین. در کاربارتان برکت، همیشه موفق باشین. نومان جان، نظر خودت را می داشته باشم. این طور روی خودت دور بتی طرف کامرا که بیننده ها ببینن. نظر چی است در رابطه با ایجاد تغییرات مثبت دی افغانان که پاکسازی صورت گرفته، بسیار زیاد تغییری کرده، چی نظر داری؟ نظر ما خویی هستند که صحیح هستند، بعضی نظرها مختلف هستند، خو نظر ما این هستند که شهر چقدر پاک باشه، چقدر تمیز باشه، همو قدر مردم به راحتی به خوبی پیش میره، هم زیاد استعمال زیاد بیروبار بودند در این نمی ساها. فعلا به می چیز شده که زیاد مشکلات مردم حل شده، چون مردم بیکار شدن. خو خیر، باز هم تو بیکار نمیمانه، طبعا یک جای دیگر برای خود پیدا میکنه، یک جای تو جایی که او برای همه هموطنان ما که جای مشخص میشوه که در نمی جای باید کاروبار خود پیش ببرن، چون در سر سرک بودن بسیار بیروبار موترا بودن، بیروبار مردم بودن. اینجا بی‌نظمی بود؟ بی‌نظمی بسیار زیاد بودن. بر حال حال بسیار خوب شده. شده. یعنی کار خوب صورت گرفته و اینجا خلوت شده، پاکسازی صورت گرفته، هم پاک شده، هم منظم شده، هم بیروبار کم شده. بله، بسیار خوب هستند، چون ساحه هستند که در اینجا بسیار مردم
گشت و گذار زیاد دارند. ساحه نیستند که دونجا خلوت باشد. ساحه هستند که بسیار هجوم مردم در این ساحه زیاد می باشد. چون کراچی و غرفه و چیزا که هستند اینجا مزاحمت ایجاد میکنه. مزاحمت ایجاد. بدون شک سرک خرد شده بود، تمام عبور مرور موتورها که از این قسمت بود یعنی بسیار زیاد مزاحمت میکرد، حتی به مردم عامی که راهگذر که عبور مرور میکرد به بسیار مشکل از اینجا میگذشتند. بله بسیار زیاد اینجا چون مردم دقدر زحمت بودن که امر رفت و روشان بسیار مشکل بود. واقعا همه ما شاهدی بود این بودیم که یک صاحب پر ازدحام بود، کراچی هم بسیار زیاد بود، دوست فروشا بودن، کراچی بود، همه هموطن عزیز که مصروفیت داشتن در این ساحه مزاحمت ایجاد کرده بودن. به گفته برادر ما ای کاش یک زمینه فراهم شد تا این کمی هموطن عزیز ما که از این قسمت بیکار شدن، از کار فعالیت عقب ماندن، یک زمینه فراهم شد تا که بتونن دوباره به کار خود آغاز بکنن، فعالیت داشته باشن. جای باید برشان مشخص، جای برشان جور شود که در نمون جای کاروبار خود پیش ببرن، چون مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار مشکلات زیادی دارند. اینجا بسیار مردم مصروف بودن، چون ساحه نبودن که زمینه کار برشان چی شود برابر شود، اینجا بسیار مردم در زحمت و مشکلات و در چیزا بودن، فعالیت میکردن، کار میکردن، مزدلال به دست میاردن و متاسفانه که فعلا بیکار هستن. ای کاش همین زمینه فراهم شد تا که بتونن دوباره کاروبار خود را آغاز بکنن، مزدلال به دست بیارن. سلامت باشی نومان جان، تشکر. پیام آخری چی است؟ اگر کدام گفتنی خاص داشته باشی، کدام پیام داشته باشی، کمره در خدمت است. پیام ما به هموطنان گرامی ما این هستن که باید هر کس مسئولیت خود بشناسه، مسئولیت پذیر باشه، مسئولیت خود بشناسه که در شهر ما چقدر پاک باشه، چقدر تمیز باشه. شهر ما خانه ما، خانه ما هستن، مثل خانه دالیز خود، اویلی خود، چهار اطراف اویلی خود، باید شهر خود را همچنان پاک نگهداری کنیم. بله بله، مسئولیت داشته باشه از هر لحاظ. سلامت باشی، همیشه موفق باشی، تشکر. همچنان بخیر، اوقات خوش. گفتنی های نومان جان داشتیم، نظر بسیار خوب داشتن. شهر ما خانه ما چه خوبش که توجه خاص صورت بگیره، توجه داشته باشیم و مثل خانه و دهلیز و حویلی خود متوجه شهر خود همچنان باشیم. این که پاکسازی صورت گرفته از طرف ریاست شاروالی خانه شان آباد، اما ای کاش ما امی ای که پاکسازی صورت گرفته، ای که پاک است، همه قسم نگهداری بکنیم، توجه خاص داشته باشیم تا اینکه پس دوباره همه قسم آلوده و کثیف نشه. خب دوستان عزیز، نظریات دیگه هموطنان عزیز که در این ساحه مصروفیت دارن و یا اینکه راه گذر هستن می داشته باشم، با ما باشید. سلام، خسته نباشید. و علیکم سلام، جور بخیر، خوب هستین؟ سلامت باشین. خود معرفی کنین؟ اسم ما محمد امایون است، دریوار می تونس پیکاپ است. ما مال اینجا آوردیم، ما فعلا زیاد خوشی میکنیم که سرکا باز شده، پاک شده، در ما مشکل مواجه نیستیم دیگه. اگر مریض پیدا میشه دیگه پیدا میشه، ما از امارات اسلامی، از امارات اسلامی بسیار خوش هستیم که همیشه می تونه سرکا پاک باشه. یک مریض پیدا میشه دیگه پیدا میشه، خیلی کار خوب است، خیلی کار نیک است که همیشه موتر استاد نشه، توقف نکنه، برای و بیاید. ما خیلی خوش هستم، تشکر از شما که ما را وقت دادین که ما صحبت کردیم کردیم شما، تشکر. سلامت باشین، یعنی خوش هستین از این که تغییرات مثبت ایجاد شده. خیلی خوش هستم. بار کم شده، بی‌نظمی از بین رفته، نمی راوار بدر، نمی بی‌نظمی دیگه راوار بند میکنه، یک مریض میاد یک دیگه میاد با حالت مشکل، با حالت کما. حالا خیلی خوش هستم که بدر سرکا پاک است، موترها میره و میاد. از امارات اسلامی خیلی خوش هستم که همیشه میتونه توجه کنه به سرکا، تشکر. از این بیشتر پاکسازی صورت بگیره، آبادی صورت بگیره، اما هموطن عزیز خوش میشن چون وطن ما، وطن ما پاک شوه، وطن ما جور شوه، خیلی خوش هستیم. کدام پیام گفتنی خاص دیگه نداری؟ نه دیگه پیام نداریم، همیشه کوشش کنیم که نیم سرک پاک شوه، نیم پیام ماست. سلامت باشی، وقت خوش، همیشه موفق زنده باشین. تشکر. خب نظر هموطن عزیز خود را همچنان داشتیم، نظر نیک خود را شریک ساختن، انشالله که بیشتر بازسازی صورت بگیره، پاکاری صورت بگیره، آبادی صورت بگیره. با امید آبادی و آزادی کشور ما هستیم. دوست عزیز با ما باشید. سلام.
سلام، خسته نباشین. زنده باشین، سلامت باشین. نامتون؟ خواجه فرزاد. خواجه فرزاد. خب فرزاد جان، چی مصروفیت داری؟ من خودم در مصروف هستم، در رستوران کار میکنم. رستوران کار میکنی؟ از تحصیلات تان اگر بگوین؟ تحصیلات تا صنف دره خندیم. سال دیگه شه؟ چرا رها کرد؟ از خاطر وضعیت اقتصادی دیگه نشد. مشکلات اقتصادی. انشالله که حل شوه. همین دو سال، ده سالش که خواندی، همین دو سال دیگه شان بخوانی. بیا خیر باشه دیگه، قسمت خیلی بود دو شان میخوانیم. خب در بعض گزارشاتم البته با همتان های عزیز، بخصوص جوان ها و نوجوان های با مثل خودت که مصاحبه می داشته باشم، از تحصیلاتشان پرسال می کنم. از 6 و 7 و 8 و 10 مکتب را که رها کردن متاسف هستیم، یعنی من بسیار جگرخون میشم. به خاطر پرسان کردم ای کاش می توانستیم دو سال دیگر را می دامه می دادی، حداقل فارغ صنف 12 می بودی. وضعیت اقتصادی دیگه مساعد نمی کنه که ادامه به تو وضعیت اقتصادی که است که ضعیف باشه بسیار زیاد مشکل است. خاطر که کاربار نداریم، ما خودم هم یک ماه میشه که بیکار شدیم دیگه. زودتر به فامیل رسیدگی کنم، به درس تحصیلات رسیدگی کنم نمیشه. انشاءالله که مشکلات تان حل شد. بخیر باشین. موفق باشی. خب در رابطه با ایجاد تغییرات مثبت دی افغانان که پاکسازی صورت گرفته، تمام کراچی ها برداشته شده، منظم شده، بی‌نظمی از بین رفته، چی گفتنی، چی نظر داری؟ واقعا از تغییرات خوشحال هستیم. از سرکاک جور کردن، از تغییرات که در چی جاده آمده کراچی ها رو برداشتن، موترها کار کدامشون نوبت شده، از تغییرات خوش هستیم. فقط همین از امی خواهش، از امارت اسلامی خواهش میکنیم به جوان ها زمین کار مساعد کنن. همین که زمین کار فراهم شد تا که جوان ها و نوجوان ها بعض از امتان عزیز که بیکار هستن از بیکاری رنج میبرن، مصروف شوند تا که مزدلال به دست بیارن، ای کاش توجه خاص صورت بگیره. توجه خاص خواهش میکنم از امارت اسلامی که در قبال دمی راسته به جوان ها کوشش کنند، تلاش کنند و زمین کار بارم به جوان ها مساعد کنند. انشالله سلامت باشین. توکل به خدا، خداوند روزی رسان است، خداوند مشکل کش است. انشالله هیچ تشویش نداشته باشین. تشکر از نظر نیکتان. سلامت باشین. سلامت باشین، خواهش میکنم. سلامت، تشکر، وقت خوش داشته باشین. خب نظریات فرزاد جان هم چنان داشتیم. خب بعض از مشکلات است که جوانای عزیز ما دارن، تمام هموطنای ما دارن. انشالله که تمام مشکلات حل شود. توکل به خدا، خداوند مشکل کش است، خداوند روزی رسان است. انشالله که تمام مشکلات هموطنای عزیز ما حل شوند. خب دوستای عزیز، نظریات هموطن عزیز که در این ساحه مصروف بودن یا ای که راه گذر بودن از هموطن را داشتیم. خب بریم به دیگر ساحه، ای که در نقاط مختلف شهر کابل جان چقدر تغییرات به وجود آمده، به تصویر میکشانیم و نظریات هموطن عزیز را می داشته باشیم. با ما باشیم. این وطنداره عزیز، موقعیت ما تغییر کرد. قسمی که در آغاز یادآور شدم، امروز تصمیم دارم تغییرات مثبت شهر کابل جان به تصویر بکشانم که چقدر تغییرات به وجود آمده، چقدر پاکسازی صورت گرفته. دارلمان قرار دارم، البته سیرای دارلمان و این قسمتی که من قرار دارم شما هم شاهد هستین، اینجا چقدر بیروبار ازدحام بود، کراچی های میوه و ترکاری چقدر زیاد بود، مزاحمت ایجاد میکردن. حتی باز هم یادآور شوم با مراه گذرهایی که از این ساحه تیر می شدن چقدر مزاحمت ایجاد می شد، عبور مرورشان بسیار سخت بود، هم از موتر هم از پیاده روا. خب حالا چقدر پاک و منظم شده، تمام کراچی ها برداشته شده، به جای مخصوصش انتقال داده شده. البته کوچی ترکاری و میوه در این قسمت است. هموطن عزیزی که از این ساحه انتقال پیدا کردن، موقعیتشان تغییر کرده، رفتن در کوچه ترکاری، صحبتشان می داشته باشم و بعضی هموطنان عزیزی که فعالیت داشتن و یا هم راه گذر هستن، صحبت اونا را و نظریاتشان می داشته باشم. تا پایان از گزارش با ما باشید. یادآور شدم سیرای علاءالدین قرار دارم و تغییرات مثبت که ایجاد شده در سیرای علاءالدین، تراچه‌ای که برداشته شده و کوچه انتقال داده شده، کوچه ترکاری و میوه، کوچه مشخص است به خاطر ترکاری و ترکاری فروشنده های ترکاری و میوه. صحبت های یکی از فروشنده های ترکاری را می داشته باشم. سلام، خسته
زنده باشی. سلامت باشی، زنده باشی. نامتان؟ نام عزیز احمد. عزیز احمد؟ بله. عزیز احمد. انشالله که خوب باشه، این روزتان بخیر باشه. خیر باشه زنده. بار بخیر میگذره. بخیر باشه. چطور است فعالیتاتون؟ بله شکر است. چیزی که از طرف الان تعیین شده باشه مش. سلامت باشین. خب تغییراتی که به وجود آمده کراچی که از سر سرک برداشته شده به کوچه انتقال داده شده. نظرتان چیست؟ حالا او خود روی سرک جمع آوری شد به خاطر کمی موتر امبولانس هم ترمه شد، موتر اتفاقی هم ترمه شد، بسیار مشکل بودن. حال فضل خدا سرک پاکسازی شده، منظم شده و کسایی هم که به حساب از اونجا جای بجای بود یک چیزش اینجا جای بجای شده، چیزش هم در پیش شفاخانه استقلال جای بجای شده. اگه وام با وام جان تای جای تا این شده به خوب تر شد برشان روی سرکم پاکسی. یعنی بیکار خونه ماندن؟ نه نه بیکار نمانه. فضل خدا اونجا ما هم جای بجای است، اینجا هم جای بجای است، میشه کار. شکر کم سرکار خدا هستن. بسیاری از هموطنان عزیز ما شکایت دارن از این که مکان ما تغییر کرد، ما بیکار ماندیم. اما مزد که بعد اسم میاریم از امو هم خلاص شدیم. یعنی شکر که به این کوچه انتقال داده شده و قسمی که گفتین و چیزش اون طرف پیش شفاخانه استقلال رفتن. خب یعنی بیکار نیستن، فعالیت دارن. فقط یکی دتایش اگر اون پای اون پیسه داشت که موتر خریده موتر کار میکنه. او غریب بیچارش که بود اونم بود یا چیزش اینجاست چیزش اون پیش شفاخانه است. خدا چقدر وقت میشه که در کوچه فعالیت داری؟ من 20 سال میشه. نام خدا 20 سال. چند سال هستی؟ من 32. 32. یعنی چند ساله؟ 12 ساله؟ بله 12 ساله. ماشاءالله. شغل آزاد است. راحت است. راحت است. همیشه موفق باشید. تشکر. چی گفتنی؟ چی پیام داری؟ پیام چی نه خب چیزی هم از طرف الله متعال تعیین شده باشه من برشان میشه. توکل به خدا. توکل به خدا، به خدا کنم ان شاء الله. خداوند روزی رسانه. بله بخیر باشه. سلامت باشی. همیشه موفق. بخیر باشه. کار بارتان برکت. گفتنی ها و نظر هموطن عزیز را داشتیم، ان شاء الله که موفق باشن. و اما قسم که برادر ما هموطن ما قناعت پیشه بودن، ای کاش همگی هم قسم قناعت داشته باشن. نمی کم قناعت داشته باشن، خداوند زیاد هم میتبرشان. و دقیقا که خداوند مهربان است، بدون شک خداوند روزی رسان است. باید توکل به خدا داشته باشیم. ببینیم که دیگه هموطن عزیز ما چی نظر چی گفتنی دارن. سلام، خسته نباشید. تشکر، زنده باشین همشیره. تشکر همچنان از خودت امرویتا که دور بودی بیننده ها ببینن. این همه قسم خیر ببینی خانه آباد. چطور است؟ نام چی است؟ نام خلیل احمد است. خلیل احمد؟ بله. چطور است کاروبار؟ خدا رو شکر میگذره. میگذره. چقدر وقت است که خودت در این مسلک ترکاری فروشی فعالیت داری و مسلک دست پیش میبری؟ 28 سال. خدا خودت چند سالت؟ 35 سال. 8 سال میشه که مصروف هستی یک عمره. بله بله. راحت هستی؟ خدا رو هزار بار شکر. سلامت باشین. کاربار خوب است؟ خدا رو شکر. شکر که قناعت پیش هستین. قناعت دارین. قناعت بهترین چیز است. قناعت بهترین چیز است. بله. سلامت باشین. امی کراچی که برداشته شده، تغییرات مثبتی که در سیرای علاءالدین ایجاد شده، چی نظر داری؟ کار خوب شد؟ کار خوب به یک رقم شد که سرک صاف شد، واقعا خوب شد. ای که مثلا پس که اعلام میتا که بیره بار پس نظم شار برام میزنی هیچ باز دیگه نمیشه با چون این مارکت ها جور از اونجا هم هست ایجا خب این رقم ادامه پیدا کنه خوب جای دیگه هم شاید مارکت جور شوه که نمونه اینا دیگر که میشه رد و رد پای نمیمونه در سیرایی پس بیره بار میشه؟ پس بیره بار همین کراچی ها پس انتقال پیدا میکنن در سر سرک؟ ما نمیبرایم کسای دیگه هست از جای دور میانه پل سرخ از طرف دالمان از هر جای میان اینجا تو که بعد از دیگر البته بله. نزدیکای شام این کار صورت میگیره بله چرا به خاطر چی اینو نمیفهم دیگه مو وقت اگه اینجا از کسایی است که نمیمونه که استاد شوه نمیاله نمیمونه از طرف روز ممانعت است نمیمونه از طرف بله. شب واسه تو میان اون می فقط هم دیگر که می الا اذان میگه دیگه سرک دیگه بیره بار زیاد میشه بعد از شام بعد از دیگر بعد از دیگر نزدیکای شام نزدیکای شام بله آها خب ای که پاکسازی صورت گرفته منظم شده کار خوب شده و ای که پس دوباره میاین از طرف شام بله ای دیگه پس بی‌نظمی صورت میگیره صورت میگیره بله این واقعیت است بی‌نظمی صورت میگیره زیاد سلامت باشید تشکر از نظر نیکتان و در اخیر اگه کدام پیام خاص داشته باشید پیام خاصی نداریم پیام ما باز هم همی است که مارکت هایی که جور میشه مثل این کوچه است یا اونجا که از پشت تانگتیل جای موقعیت درست داشته باشه هم بر هموطنهای ما خوب میشه هم بر موترها دارانی که هستن ازدهام نمیشه راه بند نمیشه و
باعث نظم شهر میشه، خیلی خوب میشه که تو رقم باشه. شهر ما خانه ایم است، باید ما هم سهم داشته باشیم در نظمش. سلامت باشین، تشکر از نظر بسیار خوب و نیکتان، همیشه موفق باشین. بخیر باشین. روز خوش. تشکر بسیار زیاد. پیام بسیار خوب، نظریات بسیار نیک از هموطن ما که فروشنده ترکاری بودن داشتیم. انشالله که همه ما دست به دست هم بتیم شهر خود را آباد بسازیم، پاک بسازیم، کشور خود را آباد بسازیم. با آبادی کشور باز هم یادآوری میکنم تمام هموطن عزیز خوش میشن. اما ای که مشترکاً سهم نمیگیرن واقعا جای تاسف است. از یک دست که میگن صدا نمبرایه نمبرایه، واقعا باید همه ما هم دست باشیم، سهم داشته باشیم در پاکسازی، نظم و دیسپلین کشور ما، شهر ما، خانه ما. هم قسم که میگیم دهلیز خود را پاک نگهداری میکنیم، خانه خود را، حویلی خود را، چهار اطراف خانه خود را، هم قسم کوشا باشیم، همدست باشیم تا ای که شهر ما همچنان پاک باشه، از امراض گوناگون در امان باشیم، نظم شهر ما مراعات شوه و مطابق قانون پیش بریم. قانون قانون است، وقتی مطابق قانون پیش بریم هیچ مشکل ایجاد نمیشه. بازم خوش هستم، به می افتخار آمدم که یک برنامه، یک گزارش تقدیمتان بکنم. انشاءالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه، از داشته های برنامه مستفید شده باشین. این بود گزارش امروز من از تغییرات مثبت شهر کابل جان. انشاءالله که از این بیشتر تغییرات صورت بگیره، تغییرات مثبت البته، پاکسازی صورت بگیره، بازسازی صورت بگیره، آبادی صورت بگیره. باز هم افتخار میکنم که کشور ما رو به بهبود است، بازسازی صورت میگیره. انشاءالله که با امید یک کشور مستقل، آزاد، آباد و زیبا آرزوی تمام هموطنان عزیز است. تا برنامه بعد و گزارش بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. همیشه شاد و موفق باشین. الله یار و نگهدار.